سلام دوستان، بابک امینی هستم. خیلی خیلی خوشحالم که 33 کلاسمون رو در خدمتون هستم که این قسمت هم تو کاتگوری Skills, Chords and Harmony هستش و شماره 14 از اون کاتگوری هست. امیدوارم که کلاس‌های قبلی رو دنبال کرده باشین و بدونید که این بخش در مورد مودها هستش. و اگر که خاطرتون باشه، ما اول یک قسمت مقدماتی اینتروداکشنی در مورد مودها گفتیم و کوردهایی که اون مودها به شما میده. حالا در آینده استفاده بیشتر از مودها را خدمتون خواهم گفت، ولی این چند جلسه بعدی توی این کاتگوری ها، توی این کاتگوری معذرت میخوام، بیشتر پوزیشن های بازی که به شما میده و فرمای مختلفی که میتونید ازش استفاده بکنید رو خدمتتون میگم از این مودها. یادتون باشه اولین مود ما آیونیان بود که سردسته گیتار معمولا ما هرچی میزنیم خیلی این اسکیل گیتار، اگه یادتون باشه، خیلی متداول هستش، خیلی استفاده میشه ازش. یعنی در اصل اسکیل سی یا ای ماینره، یعنی نه شارپ داره نه فلات، ولی ما از ای شروع میکنیم که در اصل اگر که کلاسای قبلی رو مطالعه کرده باشین و دیده باشین، وقتی که اسکیل سی رو ما از درجه از ای شروع میکنیم، درجه سومش، یعنی ما به نام مودی به نام فریجیان به ما میده. حالا اگر که بخوایم ترن اراوند بکنیم، یعنی توی هارمونی جاز این اصطلاح استفاده میشه، ترن اراوند کردن یعنی وقتی فرود داریم میایم، اگر که تو ای ماینر باشیم، ما دیده شده برای اینکه تو هارمونی تنشن بیشتری ما استفاده بکنیم برای ریلیس بعدی، یعنی تنشن قبل از لندینگ که لندینگ قشنگتری شنیده بشه، ما به جای ای ماینر شده که E7 یا E7 flat 9 استفاده میکنیم، بعد لند میکنیم به ای ماینر، که تو استاندارد جاز مثلا همین فرمو 2-5-1 بهش میگن. بی ماینر 7 فلات 5 کوردی هستش که درجه دوم اسکلتون بهتون میده از ای ماینر، 5 درجه پنجمتونه، ولی داریم ما با تنشن استفاده میکنیم، میجرش کردیم، یا میجر 7 یا فلات 9 میتونیم بهش اد بکنیم بعد به ای ماینر. یعنی این فرمو خیلی تو پاپ میبینین، تو کلاسیک میبینین، همه جا میبینین. یعنی به این میگن 251 ماینر، بعد 251 میجر هم تو درجه دوم اسکل سی هستش، 5 درجه پنجم سی هستش و ببخشید جی درجه پنجم سی هستش که میشه G7، بعد سی میجر 7 هم که درجه یکشه. یعنی اگر که 251 میجر بخوان دی ماینر 7 جی 7 سی میجر 7، اگر که 251 ماینر بخوایم میشه بی ماینر 7 فلات 5 ای 7 یا ای 7 فلات 9 بعد ای ماینر 7. اینا رو تو پوزیشن مختلف، این الان مثلا برای سی یا ای ماینر بود. یا میشه بی ماینر 7 ای 7 فلات 9 ای ماینر 7. خیلی تو 251 بعدن مثال های زیادی خدمتون خواهم گفت، ولی حالا ببخشید که مقدار توضیح ما این توضیحاتی که دادم یک کمی شاید دور باشه از مود، ولی
خیلی چیز مفیدی هستش که اینا رو حتما بدونید که در آینده راحت تر باشین. یه مقدمه کوچیکی بود در رابطه با 251. اگر که یادتون باشه داشتیم میگفتیم این مودی که ما از سردسته گیتار یعنی راحت ترین و اولین اسکیلی که معمولا خیلی از گیتاریستا شروع میکنن، گیتاری که برمیدارن دستشون رو گرم میکنن، همین اسکیل C یا A ماینره، ولی از E شروع میکنن، بلکه بمترین نوت گیتار E هستش. حالا یا E ماینر یا E7 یا E، هر کدوم اینا رو میتونین بعدش بزنید. اینو مجزا تمرین بکنید. همه نوتا معمولیه، به ترتیب دارم میام تا جی رو برمیگرم خیلی راحت. E F G A B C D E F G A B C D E F G برمیگرم. یا 7 هر کدوم خواستین میتونید بگین یا اصلا. حالا اولین چیزی که من میخواستم در مورد مودها بگم اینه که مود فریجیان چون خیلی راحته و داره تمام، یعنی دو تا اسکیل رو پشت هم، یعنی دو تا اکتاو از همون اسکیل یا مود رو داره کاور میکنه تقریبا، یعنی از ای میرسیم به ای، از ای میرسیم تا ای، این تقریبا دو تا، یعنی دو تا اکتاوه یا آکتر اینجا بهش میگن، فرق نوع بیانش. نه شارپ داره نه فلت. اینو تا جایی که میشه امتحان بکنید، تمرین بکنید، روونش بکنید. و این اسکیل ای فریجیان هستش که قبلا هم گفته بودم، ولی ما چون اسکیل مودهای بعدی رو از اسکیل سی رو میخوایم روون بکنیم، این رو تو تمام دسته، یعنی اول همینطور که میدونید این صدل گیتار برای شما یه دونه فرت گرفته، در اصل اوریجینالی این به این صورت خواهد بود. ببینید اگر انگشتتون رو بذاریم پشت فرت گیتار، یعنی هر آزادی که میزنید به طور فرضی اینجا برای خودتون یه دونه فرت بگیرید، به این صورت میشه. طبیعتاً اگر که همینو شیفت بکنید بیان پایین، الان منم یه فرد پایین تر که میشه در از هست F region. حالا اینو میام اینجا چه نوتیه؟ F sharp. بس میشه این چی؟ اگه این همونو دارم میام پایین، همون انگوش بذارید، میشه F sharp region، میشه G region که در اصل میدونین اگه قبلی ها رو کار کرده باشین، این جی فریجیان در اصل از مودهای اسکیل ای فلات هستش یا سی شارپ یا دی شارپ یا سی، اوکی، سی ماینر. تا جایی که میشه این فرمو روون بکنید که بتونید از بالای دسته بیاین تا فرت 9 که انگشت کوچیکتون دیگه میشینه روی فرت 12، اینو روونش بکنید تا تمرینای بعدی رو من از این مود خدمتتون بگم که مود فریجیان هستش. امیدوارم که این کلاس هم براتون مفید باشه. و اینجا باز میخواستم تشکر کنم از اسپانسر برنامه، اسپانسر این کلاس ها KHP Musical Instruments که باعث شدن این کلاس به طور رایگان در اختیار بچه ها قرار بگیره. تا بعد.